بنابر گزارش برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شده بود، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده. سایت حسن روحانی اعلام کرد که بر اساس اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان، فقهای این شورا صلاحیت حسن روحانی برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تایید نکرده‌اند. قیمت پوند بریتانیا و یورو به بالاترین میزان تاریخی خود در ایران رسید. به گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی حوزه طلا و ارز، قیمت یورو در معاملات چهارشنبه از 60300 تومان فراتر رفت و پوند هم 1500 تومان معامله شد. وزیر خارجه اسرائیل پیش از دیدار با وزیر خارجه بریتانیا در حساب ایکس خود نوشت که در این دیدار تأکید خواهد شد که اسرائیل در حال جنگ ضروری علیه حماس و محور ایران است. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد که دیوید کامرون وزیر خارجه در طول دیدارهای خود در اسرائیل و قطر بر دستیابی به یک توافق فوری بشردوستانه در جنگ در غزه تمرکز خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که دیوید کامرون همچنین به دنبال کمک به تلاش برای آزادی گروگان‌ها خواهد بود و پرونده‌های بریتانیایی‌ها و دو تابعیتی‌ها را طریق تمام مسیرهای دیپلماتیک به پیش خواهد برد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای حامل 65 اسیر اوکراینی و 9 خدمه و نگهبان در حین انتقال اسرا برای مبادله سقوط کرد. مصطفی پور محمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد. پور محمدی 8 سال رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بوده. همچنین در کنار مسئولیت‌های ارشد، سالیان متمادی در حوزه علمیه تهران تدریس فقه و اصول داشته و فارغ التحصیل حوزه علمیه حقانی و از شاگردان شهید بهشتی بود. دولت عراق از کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 4 نفر در حملات آمریکا به پایگاه‌های گروه هشت الشعبی خبر داد. دولت عراق حملات آمریکا به پایگاه‌های گروه هشت الشعبی را تجاوز حاکمیت و امنیت مردم عراق توصیف کرد. همچنین نخست وزیر عراق گفت حملات آمریکا حاکمیت عراق را آشکارا نقض می‌کند و به تشدید تنش منجر خواهد شد. ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که در ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت صنعا در حمله ای دوباره به مواضع حوثی‌ها در یمن، 2 فروند موشک ضد کشتی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را که آماده شلیک به سمت دریای سرخ بودند منهدم کرده است. کاهش سهمیه کارت سوخت بنزین 8000 تومانی در راه است. رسانه‌های حکومتی نیز کاهش سهمیه کارت سوخت‌ها را تایید کردند و به نقل از مقام‌های دولتی مدعی شدند که تصمیم کاهش سهمیه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت اجرایی شده. سفیر اسرائیل در سازمان ملل از حضور حسین امیرعبداللهیان در نشست شورای امنیت به شدت انتقاد کرد و ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان نامید. کارشناسان هواشناسی برای امروز گزارش کرده اند که در بیش از نیمی از استانهای کشور شاهد تداوم بارندگی خواهیم بود. روزها و لحظه های خوبی را برایتان آرزومندیم.